آب گرم کنه خورشیدی در حقیقت نور خورشید رو جذب میکنه. بعد از اینکه آب سرد وارد این منبع شد، آب وارد این لوله های شیشه‌ای میشه. این لوله های شیشه‌ای که اینجا میبینین نور خورشید رو از خودشون عبور میدن و بعد به یک صفحه داخلی برخورد میکنه که از آب کروم سیاه تشکیل شده. آب کروم سیاه نور خورشید رو جذب میکنه، تولید حرارت میکنه. پس بنابراین لوله داخلی بر اثر تابش نور مرتب داغ و داغتر میشه. آبی که در این منبع جریان پیدا میکنه توسط این لوله ها گرم شده و به خود منبع برگردونده میشه که برای استفاده توسط رزمندگان استفاده میشه. این پروژه که ما روش کار کردیم کلکتورهای متمرکز کننده نور خورشیده. این یک به صورت پارابولای سطحی طولیه که برای جمع کردن آب استفاده میکنیم. این ماکت انرژی خورشیدی هستش. از انرژی پاسیو خورشید ما استفاده میکنیم برای تهویه ساختمون. در راستای اینکه میخواستیم از نیروی طبیعی برای تولید نیروی برق استفاده کنیم، یک کنگیر بادی رو طراحی کردیم. یک برنامه خاص برای شهر اشرف واسش نوشتیم که حرکت خورشید در تمام فصل‌ها رو این محاسبه میکنه و این کلکتور رو به حرکت در میاره. یکی از کارهایی که به طور مستمر در شهر اشرف در جریانه آموزش و تحقیقه. آموزش و تحقیق در زمینه‌های مختلف. این آموزش ها در جهت حل و فصل مسائل مختلفی است که ساکنان اشرف به علت آکتیویته فوق‌العاده خود بسا بیش از یک شهر عادی با آن مواجهند. ضمن اینکه اغلب این تضادها و مسائل را اشرفی ها باید صرفاً با اتکا به خودشان حل کنند. از حل و فصل معضل آب و برق تا نگهداری وسایل مکانیکی، برقی و کامپیوتری تا تامین بهداشت و درمان و پزشکی. خورشید منی اشرف، تو امید منی، ای که تو را از تو سرودم، ای که تو افسانه ما، ای که توی خانه ما، نام تو سیمای وجودم. یکی از آموزش‌هایی که سال گذشته در اشرف به مرحله اجرا گذاشته شد، آموزش تکنسین‌های اتاق عمل بود. زیرا بیمارستان‌های شهر اشرف مجهز به یک اتاق عمل است و هر هفته در آن چند عمل جراحی کوچک یا بزرگ انجام می شود. و از اینجاست که وجود تکنسین‌های آموزش دیده اتاق عمل ضرورت پیدا می کند. دانشجویان این کلاس از امدادگران مجرب و آموزش دیده انتخاب شدند. ما این دوره از آموزش رو که تربیت تکنسین‌های اتاق عمل هست در شرایطی اینجا شروع کرده ایم که امکانات دارویی درمانی نسبت به ما از بیرون محدود شده و ما با محدودیت‌های تخصصی درمانی مواجه هستیم. چون نیروی انقلابی هستیم، با همون چیزی که رهبری ما یاد داده، با شعار میتوان و باید وارد میشیم، یاد میگیریم، مسائلمون رو حل میکنیم که مبارزه پیش بره.
یکی از رشته‌های آموزشی که بیشترین هنرجو و کلاس رو به خودش اختصاص داده آموزش کامپیوتره، چه در زمینه نرم افزار و چه در زمینه سخت افزار، و این به دلیل نیازهای